خانم با من کاری ندارین؟ دایی میری شکرت خانم. نه خسته نباشی. فردا صبح مهتا میاد پیشتون. باشه. ببخشید خانم، یه چیزی ازتون بپرسم؟ آره حتما. این دخترها که عتیه خانم ازشون حرف میزنن کیان؟ چطور؟ مثل که عتیه خانم خیلی ناراحتن، همش خصه اونا رو میخورن، میگن یه بلایی سرشون اومده. میدونی بیمارایی که آلزایمر دارن یه وقتایی یه خاطره از سالای دور خیلی ناراحتشون میکنه. اینجور وقتا بهتر آدم سعی کنه حواسشون رو پرت کنه. این کارا رو بلدم خانم، مادر شوهر خدا بیامرزم آلزایمر داشت، اما این یکی خیلی فرق میکنه. فکر میکنم عتیه خانم همش یادش رفته الا این دخترا. به هر حال ممنون که گفتی. مراقب خودتون باشید خانم دکتر. با اجازهتون. به سلامت. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت. بعضی ها چه روی لطیفی دارن. محمد خیلی تو خودت بودی، خواستگاری چیزی پیدا شده؟ خیلی بیمزه. چه عجب، جناب علی کلیدتون رو جا نذاشتین. اتفاقا دست بر قضا این کارم کردم، ولی وقتی رسیدم شوکت خانم داشت میرفت، دیگه مزاحم شما نشدم. چه خبر؟ از کجا؟ خواهرای گم شده. هنوز هیچ. البته با این آشنایی که ما پیدا کردیم، اگه خونه به خونه بگردیم و زنگی در همه خونهای این شهر رو بزنیم، احتمالاً زودتر به نتیجه میرسیم. اگه تویی که این کارم میکنی. تو چه خبر؟ خبرای من زیاد خوب نیست. چطور؟ اون سندی که پولاد از مادرش گرفت و آورد. خب. به دقت خوندمش. خب چی شد؟ چجوری بگم؟ اگه بگم سند زمین کارخونه است باورت میشه؟ اگه بابا پول زمین رو بهشون نداده باشه چی؟ با چیزایی که امروز شنیدم دیگه همه چی باورم میشه. چطور؟ من امروز پولاد رو مجبور کردم بره بیمارستان دیدن مهربانو. محمد تو میدونی که خواهرای پولاد قبل از اینکه گم بشن پیش کی بودن؟ کی اونا را مادرشون جدا کرده؟ بابا؟ این که بابا اونا رو تحویل پرورشگاه داده باشه فقط یه حدسه، ولی اگه بابا، وای محمد، اگه برای اونا اتفاقی افتاده باشه چی؟ نه عاطفه، محاله. چقدر التماسش کردم، چقدر سجی کشیدم، بهش گفتم اگه من حامله شدم به خاطر دعای این بچه های بی زبونه، این طفلای معصوم گناه دارم، بلای سرشون نیاری. ولی به قرجش نرفت که نرفت. حالا من جواب مادرشون رو چی بدم؟ جواب خدا رو چی بدم؟ جواب اون بچه های معصوم رو چی بدم؟ چی بدم؟ بله نامه رو دیدم، همه سعیم رو میکنم. شما که میدونین جلسه هایی که تو وقته داری تشکیل میشه چقدر برام سخته. بله میدونم همه مادرها کار میکنن، مطمئنم برای اونا هم سخته. بسیار خوب، میام خدمتتون. چشم، ببخشین پشت خطی دارم. خدافظ. الو. سلام خانم بزرگمهر، مجابیم. از انجمن اولیا مربیان زنگ زدن بهتون؟ به خدا من بهشون گفتم شما نمیرسید. میدونم بابا، مهم نیست، بگو ببینم چه خبر. یه نامه از طرف معاونت اومده، گفته بودن دستورالعمل جدیده، درخواسته همکاری از طرف پروژه سینمایی. باید مشورت کنم. به شکایت اداری از خانم کمالی. بازم نمیخواین باهاش صحبت کنی؟ خب بنده خدا تقصیری نداره، هم جوونه هم بی تجربه است. اشکال کارش اینه که نیومده، میخواد همه مشکلات جهان رو حل کنه.
دلم نمیاد بزنم تو ذوقش. اما بالاخره مجبور میشین باهاش حرف بزنین. نه همه جهان رو دچار مشکل میکنه. راستی خانم دکتر فرجام هم دو سه بار زنگ زدن برای پیگیری اون پرونده. ولش کن. هر وقت زنگ زد بهش بگو یا من نیستم یا تو جلسه ام. نمیتونم باهاش حرف بزنم. باشه خانم بزرگمه. فضولی نباشه. نمیخواین پرونده‌شو پیگیری کنی؟ نه بابا، این روزا انقدر گرفتاریم که پرونده این خانم توش گمه. گفتی با ایرج ازدواج کنم. تو میدونستی ما آدم هم دیگه نیستیم. فکر میکردم به خاطر من داری کوتا میای، ولی منفعت گفتی با ایرج ازدواج کنم. با من چیکار کردی نیستیم. فکر کردم هر گذر هر گذر هر گذشتی به بچه‌ای به بچه مردم که مردم منفعت خودت رو در نظر نگرفتی. تو حتی بچه‌ی خودت هم دوست نداشتی. تو چیکار کردی؟ پدرمو کشتیم، مادرمو ازم جدا کردیم، خواهرمو ازم گرفتیم، یه عمر به من دروغ گفتیم، یه عمر با هم بازی کردیم. چرا؟ عاطفه؟ عاطفه خانوم، مامان، هیچکی خونه نیست؟ ایها الناس، الو عاطفه، شوکت خانوم، عاطفه اینجا. محمد ترسیدم بابا، چرا تو تاریکی نشستی؟ روشن نکن. گریه کردی؟ چی شده؟ خاموش کن اون چراغ. چی شده عاطفه؟ بازم ایرج اذیتت کرده؟ یادت شبای مهتابی تابستون میرفتیم پشت بون به شیشه های رو به آلوی مامان شبیخون میزدیم؟ کاش همون روزا بود. چیه؟ دلت برای کتک های من تنگ شده؟ یادت مسواکی تو قایم میکردن؟ محمد من چی؟ مگه نگفتی باید بدیمشون به مستحق ثواب داره؟ من عکسشم سوزوندم محمد. واسه چی آخه؟
مهم نیست حالا. فدای سرت، فدای سرت، فدای سرت، سرت، فدای سرت. آخه مسئله اصلا این نیست. چی؟ چه شده عاطفه؟ من اصلا ناراحت نیستم این کارو کردم. محمد به نظر تو عجیب نیست؟ خب تو الان شوکه‌ای، شرایط بدی داشتی. چرا باید بابای ما این کارو میکرد؟ چرا؟ عاطفه جان تو داری خودتو اذیت میکنی ها. برو قربونت برم، یا آب به صورتت بزن، یه چیزی میخوریم ما هم حرف میزنیم. ما باید همه چیو به پولاد بگیم. منظور چیه؟ خونه، سند کارخونه. خب حالا بهش میگیم. تو الان عصبی هستی، بذار با هم یه راهی براش پیدا میکنیم. نه محمد، ما باید از این خونه بریم. چی داری میگی عاطفه؟ یادت رفته خود بابا میگفت اینجا رو بکوبیم تو مخالفت کردی؟ خودت نمیگفتی نمیتونیم شرایط زندگی مامانو با این وضع حالش عوض کنیم؟ فکر کردی اگه از اینجا بریم سر مامان چی میاد؟ مهم نیست. چی داری میگی عاطفه؟ مامان که مثل من و تو نیست، نمیتونه یه جای جدید رو قبول کنه. همش حس میکنه از خونه خودش انداختنش بیرون. اینجا دیگه خونه اون نیست، خونه ما هم نیست، دیگه نیست. عاطفه مامان که نمیتونه این قضیه رو حذف کنه. ما باید دیگه مهم نیست، دیگه هیچ برام مهم نیست. عاطفه جان اگه به پولاد نگی خودم همه چیو بهش میگم. محمد سلام. به به خانم دکتر فرجام، اینجا چی کار میکنین؟ چند بار براتون پیغام گذاشتم ولی متاسفانه هیچ خبری نشد. گفتم حضوری بیام پرونده رو پیگیری کنم، ولی اینجور که میبینم متاسفانه پرونده هنوز سر جای اولشه. شما هم چه انتظارهایی دارین؟ گرفتاری ما رو نمیبینین؟ هنوز یه هفته از مراجعه اول شما نمیگذره. یادم نمیاد به من وقت خاصی رو گفته باشین خانم بزرگمهر. ضمن اینکه فکر میکنم خوندن چند ورق کاغذ اونقدر وقتگیر نباشه. خب شاید باشه. اگه لازمه با رئیستون صحبت کنم. شما هر کاری دوست دارین بکنین، اما لازم نیست وظیفه منو به میاد آوری کنین. خانم محترم این آقا شرایط پیچیده‌ای داره. من میدونم ممکنه شما 100 تا گرفتاری داشته. این مشکل من نیست خانم. خب اگه این نیست پس مشکل شما چیه؟ صداتون رو بیارین پایین. اجازه بدین اختیاری یه کارو خودم داشته باشم. ببینین خانم بزرگ مهر، من مادر مریضم رو تو خونه و 10 تا مریض بدحال رو تو بیمارستان ول کردم که خودم شخصا بیام پیگیر این کار باشم. خب به من بگین اگه این وظیفه شما نیست پس من باید از کی بخوام که بهم جواب بده؟ خیلی خب بفهمین، من به شما خبر میدم. سلام خانم مرزبان، امروز حالتون چطوره؟ آخ آخ آخ، برخلاف قیافتون که خیلی بی‌حوصله است ولی آزمایشتون نشون میده که اوضاع خوبه. شاید قلبم بهتر باشه، اما دلم شکسته. چرا خدا نکنه؟ خدا کرده، حتما حقم همین بوده. این حرفای چیه خانم مرزبان؟ من امروز با یه عالمه خبرای خوب اومدم اینجا پیش شما. آقای دکتر گفتن که شما فردا منتقل میشین به بخش. اگرم خوب غذا بخورین و بنیه داشته باشین فکر میکنم تا 2 هفته دیگه مرخصتون میکنم. البته فقط میمونه شیمی درمانی. میشه همینجا بمونم؟ خانم مرزبان همه مریضا آرزوشونه زودتر مرخصشن برن خونه. اون وقت شما حتما یه خونه ای دارن که بهش برگردن، یا یه خانواده ای که منتظر برگشتنشون باشن. کمکم میکنی دخترم؟ بذار این روزهای آخر
همینجا باشم. وای خدای خانم دکتر، شما اینجا کار میکنی؟ بله. سلام، چطور مگه؟ یه دختر بچه اسمش فیروزه است، از بچه های ماست، تصدف کرده، میگن آوردنش اینجا. اینجاست؟ بله همینجاست. حالش چطوره؟ کجاست؟ میتونم ببینمش؟ گفتین از بچه های شما بوده، چجوری تصادف کرده؟ هیچی بابا، داشته سر شهر گل فروشی میکرده. ببخشید متوجه نمیشم، شما بچه هاتون رو میفرستین سر شهر گل فروشی؟ یعنی همیشه از بچه هاتون اینجوری نگه دارم؟ الان که وقت این حرفا نیست خانم دکتر، داستانش طولانیه. اتفاقا من امروز بیکارم و عاشق داستانهای طولانیم. میتونیم بریم چایخونه گپ بزنیم؟ این تای همین راه روی دومه، تا شما بری من کارم تموم میکنم. آب پرتقال لطفا سفارش بدیم. خانم دکتر پس فیروزه چی؟ تازه پیشش بودم تو اورژانس. فکر کنم یه خونریزی مختصر داره خانم بزرگ مهر، ولی شما خیلی هم نگران نباشین، چون با دست پا شکسته که داره نمیتونه جایی بره. دست و پای شکسته؟ خانم دکتر اون سر داره، تو رو خدا به دادش برسین. جان ببخشید میتونم بپرسم که چی باعث شده به خودتون اجازه بدین که وظایف پزشکیمو بهم یاد بدین؟ هر وقت فرصت شد شرطی بیمارتون رو بررسی میکنم، بعد میگم باهاتون تماس بگیرم. بفرمایید. خانم دکتر اگه دارین لایو بازی میکنین همین الان میرم پیش رئیس بیمارستان. قبلش تماس بگیرین چون باید وقت گرفت. داخلیشون فکر کنم 68 بشه، شاید بتونیم برای اواخر هفته آینده یه قرار باشون بذاریم. داری تلافی میکنی میدونم، ولی آخه اون طفل معصوم که گناهی نداره. اون مادری که از قصه دوری بچه‌هاش بیناییشو از دست داده و سالها انتظار کشته و میخواد بدون سر دختراش چی اومده چطور؟ پرونده‌تون رو بررسی میکنم. کی؟ در اولین فرصت. خواهش میکنم. بعد قول بدی. قول میدم. بعد قسم بخورین خانم بزرگ. قسم میخورم. به جان تنها دخترم قسم میخورم که همین فردا پرونده‌تون رو پیگیری کنم. فقط خواهش میکنم به این بچه رحم کنین. مریضتون اینجا نیست. چی؟ من همین الان اورژانس بودم، از صبح تا حالا هیچ دختر بچه‌ای رو اینجا نیوردن. شاید بردنش بیمارستان سلامت. یکی دو تا هیچ وقت این کارتون رو فراموش نمی‌کنم. خانم بزرگمه یادتون باشه ولی قسم خوردین ها. سلام خانم وکیل، چه عجب ما سعادت شنیدن صدای شما رو پیدا کردیم. کم سعادتی بنده است که مشغله زیاده و فرصت دیدار کم. امیدوارم بین مشغلاتون فرصتی برای ما پیدا بشه. مشغله و کمش به خاطر کار شماست قربان. به نتیجه رسیدین؟ داریم نزدیک میشیم. دیر نشه، مگه فردا دادگاه نداریم؟ اون که عقب افتاد. دوباره؟ گفته بودم که ببینید برای حصول نتیجه ما باید. آخه نگفته بودی دوباره میخوای مهلت دادگاه رو عقب بندازی؟ یکم آزادی عمل و ابتکارم بد نیستا. وکیل خوب باید خلاقیت داشته باشه دیگه، اینه هنرمند. شما که به توانایی وکیلتون شک نداری؟ داری؟ نه من قصد جسارت نداشتم. خب پس به امید دیدار. منتظر شنیدن خبرهای خوش هستم. منتظر بمونین. وقت بخیر. زیبا چی کار میکنی؟ هیچی، یکم تمیزکاری. زیبا جان ساعت 3 صبحه، خوابم نمیبره، تو برو بخواب. چقدر پاک کننده زدی، آتوسه حالش بد نشه. پنجره رو باز کردم، در اتاق آتوسه رو هم بستم، تو برو بخواب دیگه. زیبا چی شده؟ هیچی جلال، شب بخیر. تو سر شام یک کلمه هم حرف نزدی. زیبا به من بگو. فیروزه تصادف کرده. فیروزه؟ آره همون دختری که برادرش معتاد بود، گل فروشی میکرد، خرج برادرای کوچیکیشو میداد. حالا جفت پا شکسته، معلوم نیست تا کی بعد با اثرا بره. با این وضعیت دیگه نمیتونه کار کنه. این تقصیر تو نیست زیبا. ولی من بعد میآوردمش پیش خودمون. بعد بقیه بچه‌ها چی؟ اونا ناراحت نمیشدن؟ نمیدونم. تو نمیتونی همه بچه های این شهر رو نجات بدی، تو یه نفری. نه تو متوجه نیستی جلال، من باید. زیبا خواهش میکنم خودتو اذیت نکن. خودم اذیت نکنم؟ من خودم اذیت نمیکنم، من اصلا کاری نمیکنم.
یعنی کاری از دستم بر نمیاد که بکنم. زیبا با خودت اینجوری نکن، تو داری خودتو مریض میکنی، تو باید سالم باشی. اونا به تو احتیاج دارن، من و آتوسا هم به تو احتیاج داریم. داری نگرانم میکنی زیبا. نه نگران نشو، خوبم. تو برو بخواب، کار یکم آرومم میکنه. چیکار میکنی؟ خب حالا که فکر میکنم میبینم منم زیاد خوابم نمیاد. چطوری اینا رو با هم تمیز کنیم؟ خانم مجابی، لطفا به خانم کمالی بگین بیان تو اتاق من. خانم بزرگمه؟ خانم کمالی، ایشون خانم دکتر فرجام هستن. درخواستی دارن که میخوام به درخواستشون رسیدگی کنی. من؟ بله، میخوام هر کاری از دستت برمیاد براشون انجام بدی. با کمال میل. خانم دکتر ایشون یکی از کارمندای زبده و وظیفه‌شناس ما هستن. مطمئنم باهاشون به نتیجه میرسی. منظورتون من بودم؟ الو. سلام عزیزم. سلام مادر، خوبی؟ اگه بگم آره راست نگفتم. چطور؟ هیچی، فقط دلتنگت شدم پسر. من پیاده میشم. تو هم که زنگ نمیزنی صدا تو بشنوم. معذرت میخوام مادر، راستش میخواستم وقتی تماس بگیرم که حداقل یه خبر خوب داشته باشم. چه خبری بهتر از شنیدن صدای تو عزیزم؟ علتش فقط همین بود. بله چطور مگه؟ فولاد جان تو دوارو؟ بله مادر گوش کردم، خیلی هم ازتون ممنون. متا سختم بود پای تلفن حرف بزنم، یه چیزایی رو نمیشه پای تلفن گفت، منتظر بودم ببینم. خوشحالم که اینو میشنم. منم بیتابم که ببینم ایت. تحقیقاتتو شروع کردی؟ بله دکتر عاطفه یه آشنا پیدا کرده، کاغذایی هم که دادی خیلی کمک کرد. چیز دیگه ای نیست که بخوای بگی؟ مثلا چی؟ مشخصات یا خب گلرخ که خیلی کوچولو بود، پوست روشن و چشمای درشتی داشت. مهدخت علامت مشخصی توی ظاهرش نداشت، اما خیلی دختر با اراده و محکمی بود. چی دارم میگم من؟ تو شهر به این بزرگی کیو میشه از روی ارادش پیدا کردی؟ پریدخت. اون چی؟ به قول پدر بزرگت، بچه ها تا بزرگ بشن هزار جور چهره عوض میکنن. شما هم وقتی بچه بودین همه میگفتن هر چقدر فولاد شبیه بهرامه، پریدخت شبیه سوداست. یه رابطه عجیبی داشتین، هر موقع تو دل درد میگرفتی اون بیقراری میکرد، هر موقع اون زمین میخورد تو گریه میکردی، انگار دلاتون واقعا به هم راه داشت. نمیدونم این عرفا چه کمکی میتونه بهت بکنه. خیلی زیاد. خب دیگه برو پسرم، وقتتو نمیگیرم. مثل اینکه تو خیابونی. ممنون که زنگ زدی، من شب تماس میگیرم. خدا پشت و پناهت. خدا حافظ. برنامه سرزمین من
من هموطنان گرامی سلام عرض میکنم. صبح سرافرازی شما بخیر. با اعلام ساعت 7:30 بامداد از شما دعوت میکنم به بخش بررسی خبرها و نوین روزنامه های صبح امروز کشورمون توجه کنید.